میگه شخصی بین دو صخره قائم و موازی ایستاده، فاصلش از صخره نزدیکتر 510 متره. این شخص فریاد میزنه و اولین پژواک صدای خودش رو بعد از 3 ثانیه میشنوه، پژواک دوم رو 1 ثانیه بعد از اون میشنوه. میگه فاصله بین دو صخره چند متر؟ من این سوال از دو روش براتون حل میکنم. اول یه شکل ساده برای مسئله رسم کنیم. این بچه شخص ما فاصلهش از صخره‌ای که نزدیکتره 510 متر، از صخره دوم فاصلهش رو نداریم x2. دقت کنید، سوال میگه این شخص داد میزنه، فریاد میکنه، نعره میکشه و پژواک صداش رو بعد از 3 ثانیه میشنوه. یعنی صدا زمانی که لازم داره تا بخوره به این کوه و برگرده به محل اولیه شخص 3 ثانیه است. پس طبیعتا میتونم نتیجه بگیرم زمانی که طول میکشه تا صدا به این کوه بخواد برسه 1.5 ثانیه است. پس آقا وقتی زمان رفت و برگشت من 3 ثانیه باشه، تا صدا به کوه بخواد برسه 1.5 ثانیه است. اسم این T1، اسم این فاصله X1. میدونیم که حرکت صوت و هر موج دیگه یه حرکت انتشاریش یک حرکت یک نواخته و از معادله X مساویه با VT پیروی میکنه. فقط منظور از این V سرعت صوته. عدد x1مون 510، سرعت صوت رو نداریم، زمان 1.5، از اینجا سرعت صوت به دست میاد 340 متر بر ثانیه. خب اما بریم سراغ قسمت دوم. میگه پژواک دوم رو 1 ثانیه بعد از اولی میشنوه، یعنی پژواک اولی که بعد از 3 ثانیه شنیده، پژواک دوم رو بعد از 4 ثانیه میشنوه. این معنیش اینه که زمانی که صدا تو راه بوده تا به این کوه برسه 2 ثانیه بوده، وقتی رفت و برگشت 4 ثانیه باشه، تا بخواد به کوه برسه زمان میشه 2 ثانیه. خب حالا میتونم x2 رو حساب کنم. x2 وی صوت ضرب در T2، 340 ضرب در 2 به دست میاد 680 متر. و در مرحله آخر حواستون باشه، سوال از ما فاصله دو کوه رو از هم میخواد، یا دو تا صخره رو، X1 به اضافه X2، 510 به اضافه 680، 1190 متر. و پاسخ گزینه 2. خب این راه عادی و معمولی این سوال بود، اما میخوایم یه راه کوتاه‌تر و بهتر براش بگیم. من محاسبات اضافی رو پاک میکنم. به این چیزی که میگم خوب دقت کنید. هر وقت معادله شما یک معادله خطی یعنی درجه 1 باشه، مثل حرکت یک نواخت، میتونید سوال رو با کمک تناسبم حل کنید. یعنی چی این جمله که من میگم؟ من این زمان 3 و 4م وردارم، این x2م وردارم. خب من میگم آقا این صدای این شخص از اینجا تا اینجا 1.5 ثانیه توی راه بوده، این شکلمون. خب این صدا از اینجا تا اینجا 1.5 ثانیه توی راه بوده، 510 متر مسافت طی کرده. اما اگه قرار باشه صدا از این کوه به کوه مقابل برسه، 1.2 ثانیه با 1.5 ثانیه 3.5 ثانیه تو راهه. حالا اسم این فاصله رو میذارم دلتا ایکس. پس ببینید بچه ها، تناسب این شد. از اینجا تا کوه اول 510 متر بوده، توی 1.5 ثانیه رفته، 1.5 ثانیه 510 متر. اگه از این کوه تا این کوه صدا بخواد بره، 1.2 ثانیه با 1.5 ثانیه 3.5 ثانیه باید تو راه باشه. اسم فاصله دو کوه میذاریم دلتا ایکس، که به سادگی از این تناسب
مقدار دلتا ایکس به دست میاد 1190 متر و پاسخ بدون هیچ محاسبه ای گزینه شماره 2 خواهد بود.